سوال گفته شکل زیر دو بار الکتریکی نقطه ای Q1 و Q2 را در صفحه X و Y نشان می دهد. اگر میدان الکتریکی برایند در نقطه O فلان باشد، میدان الکتریکی برایند در نقطه A در SI کدام است؟ بچه ها سوال می خواد از مفهوم بار الکتریکی و میدان الکتریکی استفاده کنه. شما گزینه را فقط انتخاب کنید. منو دقت کنید. آقا بار آزمون مثبت میذارم در نقطه O، قبوله؟ چون میخواستم میدان الکتریکی جهتش رو پیدا کنم بار آزمون مثبت استفاده میکردم. نگاه کن، شده 8 ضرب در 10 به توان 2، یعنی اینوری، و منفی 3 ضرب در 10 به توان 2، یعنی به سمت پایین. خب نوع بار Q1 و Q2 رو تو میتونی تشخیص بدی. چجوری؟ آقا مگه این جذبش نکرده؟ چرا؟ پس Q2 منفی هستش، این مثبته، دور کرده، پس این هم چیه؟ مثبته. پس من نوع بارا رو پیدا کردم، Q1 و Q2، قبول؟ حالا احتیاج دارم آقا میدان الکتریکی تو نقطه آ رو پیدا کنم دیگه. باز بار آزمون مثبت میذارم، این مثبت، این منفیه، جذبش میکنه، این مثبت مثبت دفع میکنه، یعنی مثبت و منفی داشته باشه، همشون این روشو دارن. خب اما میدان حاصل از بار E2 شده چقدر؟ 8 ضرب در 10 به توان 2. E1 شما چقدره؟ E1 شما برابر با منفی 3 ضرب در 10 به توان 2. خب برای چه فاصله ای بوده E2؟ برای فاصله A بوده. خب حالا فاصلت شده چقدر؟ 2. طبق این رابطه که ای برابر کاکیو به روی R2، ای با مجذور فاصلت رابطه عکس داره. اگر 2 برابر شده، ای تو 1/4 شده. خب آقا تو فاصله A بوده، حالا فاصلش برابره با چقدره؟ 2 هسته. بارش هم که تغییری نکرده، که هم که ثابته. خب بیا فاصلش که شده حالا 2 برابر، بیا تقسیمش کن به 4. گفتم 1/4 برابر میشه دیگه، پس میشه 2 ضرب در 10 به توان 2. اما چون جهتش رو به پایینه میشه منفی. تنها گزینه‌ای که رو به پایین داره و منفی 2 هسته چه گزینه‌ایه؟ گزینه 2. به همین شکلی، به همین راحتی باید تشخیص بدی از روی میدان الکتریکی فاصله چگونه تغییر میکند، میدان الکتریکی هم چگونه تغییر خواهد کرد. پس گزینه صحیح فقط گزینه 2 هستش.